سلام، به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. منچستر یونایتد ممکن است از سهمیه فصل آینده لیگ قهرمانان اروپا محروم شود. باشگاه بارسلونا یک بازی خداحافظی با شکوه برای میسی برنامه‌ریزی کرده که شاید کریستیانو رونالدو هم در آن حضور پیدا کند. طبق گزارش موسسه سایس، ریال مادرید امسال از آکادمی خود بیشتر و بهتر از بارسا سود برده و در مجموع نیز تعداد بازیکنان بیشتر در لیگ‌های معتبر اروپایی دارد. در آستانه بازی حساس سیتی و لیورپول، به نظر شرایط مهاجمان سرخپوش بسیار بهتر از نیروهای تهاجمی سیتیزن هاست. بارسا در یک ماه پیش رو تقویم دشوار دارد و عملکرد این تیم میتواند سرنوشت فصل را تعیین کند. در حالی که برازیلی ها در مقابل آرژانتین به دنبال کسب پیروزی بودند تا یک برد شیرین خانگی را در ماراکانا کسب کنند، شکست در این بازی و درگیری های شدید روی سکوها باعث شد تا یک بحران بزرگ برای آنها رقم بخورد. قبل از اینکه بریم به ادامه گزارش، کانال را سابسکرایب کنید، ویدیو را لایک کنید و با دوستانتان شریک سازید. طرفداران منچستر یونایتد منتظر انتقال 25% از سهام باشگاه با ارزش 1.5 میلیارد یورو به سر جمهوری تکلیف هستند. با این حال، این اتفاق خوشحال کننده برای طرفداران ممکن است به طور ناخواسته جا طلبی های اروپایی منچستر یونایتد را به خطر بیاندازد. رتکلیف که مالک باشگاه نیس فرانسه است، به دلیل مالکیت همزمان میتواند آینده یونایتد را به چالش مواجه کند. طبق مقررات، مالکیت چند باشگاهی یوفا، یک نهاد یا شخص واحد از داشتن کنترل یا نفوذ بر بیش از یک باشگاه در مسابقات تحت پوشش یوفا منع شده است. باشگاهی نیز در لیگ فرانسه عملکرد مناسب دارد و در حال حاضر در جایگاه دوم قرار دارد. آنها فقط یک امتیاز با پاریس سن ژرمن صدرنشین فاصله دارند. اگر منچستر یونایتد در جمع 4 تیم برتر لیگ انگلیس باقی بماند، به لیگ قهرمانان اروپا صعود میکند. اگر نیز چهارم شود، منچستر یونایتد از ورود به لیگ اروپا نیز منع میشود. در همین رابطه یک منبع یوفا به سان گفت: اما طور که قوانین مشخص بوده، وضعیت کاملا روشن است. شرکت انویس مالک نیس است و قرار است نقش مهمی در اداره یونایتد هم داشته باشد. تا زمانی که مقررات تغییر نکند یا انویس یکی از سهام خود را نفروشد، هر دو باشگاه نمیتوانند در رقابت‌های اروپایی بازی کنند، مگر اینکه یکی در لیگ اروپا و دیگر در لیگ کنفرانس باشد. رتکلیف به عنوان رئیس و مدیر عامل انویس قصد خود برای نظارت روی ساختار ورزشی یونایتد ابراز کرده و این نشان می‌دهد که تصمیمات مهم باشگاه زیر نظر او خواهد بود. بعد این ترتیب، یک باشگاه باید در لیگ قهرمانان و دیگر در لیگ کنفرانس باشد. اولویت با باشگاهی است که در رقابت‌های باشگاهی رتبه بالاتر دارد. منچستر یونایتد که در حال حاضر در رده ششم لیگ برتر قرار دارد، ممکن است با چالش پیچیده برای شرکت در مسابقات اروپایی فصل آینده روبرو شود. این موضوع البته فقط مختص به منچستر یونایتد نیست. باشگاه خیرونا به رهبری پر برادر پپ گواردیولا در حال حاضر صدرنشین لالیگا است. اگر خیرونا عنوان قهرمانی در لالیگا را به دست بیاورد، سیتی باید یا قهرمان لیگ برتر یا لیگ قهرمانان اروپا شود تا حضور خود در رقابت‌های اروپایی فصل آینده را تضمین کند. احتمال بازگشت میسی به بارسا وجود دارد و او میتواند در یک بازی پر از ستاره‌های ناآشنا با کریستیانو رونالدو بازی کند. این ستاره آرژانتینی در سال 2021 زمانی که به عنوان بازیکن آزاد راهی پاریس سن ژرمن شد، بارسا را ترک کرد. پس از پایان همکاری با پاریس سن ژرمن در تابستان امسال، شایعات زیاد درباره احتمال بازگشت او به بارسا وجود داشت، اما او در نهایت به اینتر میامی آمریکا رفت. بارسا تا این ماه‌های گذشته احتمال برگزاری یک بازی خداحافظی با شکوه برای میسی با حضور تماشاگرانش را رد نکرده است. برنامه‌های مختلف مطرح شده و فوتبال ترانسفر اکنون گزارش می‌دهد که بهترین بازی خداحافظی برای یک بازیکن از سوی بارسا برنامه‌ریزی شده است. با ادعای این سایت، در تاریخ 29 نوامبر 2024 این بازی مصادف با 125 سالگرد تأسیس باشگاه برگزار می‌شود. در گزارش این سایت آمده که میسی در تیم قرار می‌گیرد که احتمالاً در آن بازیکنان مانند داوید ویا، رونالدینیو، سسک فابریگاس، ریوالدو، روماریو، لوئیس اندریکه و رونالدو بازیکن سابق برزیل حضور داشته باشند. همچنین قرار است از ستارگان سابق ریال مادرید هم در این بازی دعوت شود و اگر النصر عربستان با حضور کریستیانو رونالدو موافقت کند، او هم میتواند در این بازی شرکت کند. سرخیو راموس، زین الدین زیدان، گرت بیل و دیوید بیکام هم ممکن است برای حضور در این بازی دعوت شوند. آکادمی جوانان ریال مادرید لا فابریکا با دلیل کم بودن حضور بازیکنان جوان در تیم اصلی برعکس لاماسیا چندان بر سر زبان ها نیست، اما طبق گزارش موسسه تحقیق و آمار فوتبال، ریال چهارمین باشگاه در 5 لیگ معتبر فوتبال اروپا از حیث میدان دادن به بازیکنان آکادمی در فصل جاری است. به طور متوسط بازیکنان مسئول لا فابریکا در 36% دقایق به میدان رفتند. در رتبه نخست باشگاه اتلتیک بیلبائو با 68.9% قرار دارد. پس از اتلتیک، اولمپیک لیون با 45.6% و ریال سوسیداد با 45.4% قرار دارند. ریال چهارم و فرایبورگ با 25.7% پنجم است. اوساسونا و والنسیا ششم و هفتم هستند. رن هشتم و بارسا هم با 29.1% نهم است. در مجموع همه لیگ ها دینامو کیف با 82.9% اول است و انویگادو کولومبیا با 8.67% در رتبه آخر قرار دارد. همچنین طبق این گزارش، ریال با داشتن 44 بازیکن آکادمی خود در لیگ‌های معتبر اروپایی از این حیث صدرنشین است و لاماسیای بارسا با 40 بازیکن در رده دوم قرار دارد.
بارسلونا اخیراً گاوی را برای ادامه فصل از دست داد، ولی فرصت برای غصه کردن ندارد و باید به صورت به بازی بعدی فکر کند. بارسا یک ماه کلیدی را پیش رو دارد که میتواند تعیین کننده این فصل باشگاه باشد. بازی‌های حساس در لیگ قهرمانان و لالیگا که کافی است بارسا در این مدت نتواند کیفیت خوب از خود نشان دهد تا شانس قهرمانی را از دست بدهد. بارسا در لالیگا با یک بازی بیشتر از اتلتیکو در رتبه سوم قرار دارد و فاصله این تیم با خیرنای صدرنشین 4 امتیاز است. ریال نیز 2 امتیاز بیشتر دارد. چالش سخت بارسا از همین شنبه برابر رایو شروع خواهد شد. تیمی که گربه سوی بارسا در 2 سال اخیر بوده است. بارسا سپس در خانه دیدار فینال گونه برابر پورتو در لیگ قهرمانان دارد. شکست برابر شاختار باعث شد کار صعود بارسا به دور بعد به این بازی کشیده شود. اگر بارسا پورتو را نبرد و بهتر این که بازنده شود، در روز پایانی دور گروهی هر اتفاق ممکن خواهد بود. سپس بارسا 2 بازی خانگی متوالی در لالیگا برابر رقبای مستقیمش خیرونا و اتلتیکو خواهد داشت و باید هر دو را برنده شود. بارسا سپس به بازی با آنتورپ در بلژیم خواهد رسید که میتواند دیدار تعیین کننده باشد. در ادامه بارسا در لالیگا باید به خانه والنسیا برود و سپس در آخرین بازی رسمی سال میزبان آلمریا خواهد بود. بارسا یک بازی دوستانه برابر آمریکا مکزیک در دالاس نیز برگزار خواهد کرد. یک ماه بعد و پس از 7 بازی دشوار بهتر میتوان در مورد وضعیت بارسلونا نظر داد. در حالی که ایرلینگ هالند بازی دوم نروژ در مقدماتی یورو 2024 را به دلیل مصدومیت از نوعی مچ پا از دست داد، داروین نونی ستاره اروگوئه لیورپول در 2 بازی 3 گل به ثمر رساند. مهاجمان لیورپول در این فیفا ده 10 گل به ثمر رساندند. این در آستانه بازی حساس سیتی و لیورپول اصلا خبر خوب برای پپ گواردیولا نیست. مصدومیت، باخت و ناکامی در صعود به یورو 2024 آلمان و همه اینها در آستانه دیدار منچستر سیتی و لیورپول برای هالند مثل یک کابوس بود. رک برک شدن مچ پای مهاجم نروژ مقابل جزایر فاروک البته چیز جدی نبود، باعث شد تا او بازی مقابل اسکاتلند را از دست بدهد. نروژ با تساوی 3-3 متوقف شد و پس از قطع شدن صعود رومانی از رسیدن به پلی آف از صعود باز ماند. کسانی که از فیفا ده به بهترین شکل استفاده کردند مهاجمان لیورپول بودند. هالند در 6 بازی اخیر خود با منچستر سیتی 9 گل به ثمر رسانده بود، ولی در فیفا ده گلزنی نکرد و مصدوم هم شد. مهاجمان لیورپول ولی در مجموع 10 گل برای تیم‌های ملی خود به ثمر رساندند. محمد صلاح برای مصر 4 گل در اولین دیدار مقدماتی جام جهانی به ثمر رساند. سپس لوئیس دیاز بود که برای کلمبیا 2 گل کلیدی به برزیل زد. در مقایسه شماره 9 های لیورپول و سیتی این داروین نونیز بود که برنده شد. او 1 گل به آرژانتین زد و 2 گل نیز برابر بولووی به ثمر رساند. کودی خاکپو 1-6 گل هالند را به جبل طارق زد و ژوتا نیز در بازی پرتغال برابر لیختنشتاین به رونالدو پاس گل داد. دومینیک سوبوسلای با اینکه یک مهاجم نیست ولی 2 گل حساس برای مجارستان برابر مونتنگرو زد تا باعث صعود این تیم به دور نهایی یورو 2024 شود. در سوی دیگر مهاجمان سیتی در فیفا ده موفق به گلزنی نشدند، هرچند برناردو و دکو در امر گلسازی درخشیدند. سیتی و لیورپول شنبه در شرایط به مساف هم میروند. کابی ها با 1 امتیاز بیشتر صدرنشین هستند و باید دید در میدان شرایط برای دو تیم چطور پیش خواهد رفت. حمله ماموران پلیس برزیل به هواداران آرژانتین در ورزشگاه جنجال بزرگ را رقم زد. در حقیقت اتفاقات خشونت آمیز در ریو دو ژانیرو از چشم فیفا دور نمانده است. میسی سعی کرد که از تیم‌هایش حمایت کند و حتی میخواست جلوی برگزاری بازی را بگیرد و بازیکنان آرژانتینی نیز از مردم کشورشان روی سکوهای حمایت کردند و سعی کردند که آنها را در مقابل خشونت پلیس نجات بدهند. فدراسیون فوتبال برزیل اعلام کرده است که تلفیق شدن هواداران برزیلی و آرژانتینی در برخ سکوها زمین ساز ایجاد درگیری ها شده است و حالا فیفا نیز به این پرونده ورود کرده است. در حقیقت در حال حاضر کمیته انضباطی فیفا در حال تحقیقات در این پرونده است و این احتمال وجود دارد که برزیل که در این بازی مغلوب شده با کسر امتیاز نیز مواجه شود تا اوضاعش از شرایط کنونی هم خرابتر شود. البته بازی بدون تماشاگر یا برگزاری بازی های خانگی برزیل در زمین بی‌طرف دیگر محرومیت هایی است که ممکن است از جانب فیفا در نظر گرفته شود. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.